لازمه تعهد کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران. تا همین چند ماه پیش برخی او را با عنوان روحانی گریان به یاد می‌آوردند و برخی هم با عنوان استاد اخلاق. اما حالا چند هفته است نامش گره خورده با یک فساد 1000 میلیارد تومانی، پرونده زمینخواری باغ ازگل. با این تفاوت که نه تنها پرونده‌ای برایش تشکیل نشد و کمی بعد هم در جمع حاضرین نزدیک رهبر جمهوری اسلامی حاضر شد، حالا روز جمعه 24 فروردین اقامه نماز جمعه تهران را نیز عهده‌دار بود تا به روایت بسیاری به جای دادگاه در خطبه نماز جمعه از خودش دفاع کند. پرونده فسادی که صدیقیان را ناشی از غفلت خود و البته دسیسه دشمنان و شبکه‌های اجتماعی خواند. از اینکه در این چند روز اخیر شبکه‌های مجازی قتلگاه جوان‌ها، مسلخ آبروها، این طلبه و سرباز ناچیز امام زمان رهبری و مردم رو بهانه قرار دادن و در اثر یک غفلت باعث شدن اینقدر مردم عزیز ما دلشون شکست. از اینکه ما باعث شدیم با یک غفلت و بی‌توجهی این همه به شما هجمه شد، عذرخواهی میکنم. این فضای تند برخواسته از بیرون که همه دشمنان همصف شدن، اینا منو نمیزدن، شما رو میزدن. اعلام برائت کاظم صدیقی از فساد زمینی که 150 برابر زیر قیمت به شرکت زیر نظر او و پسرش منتقل شد، در حالی بود که بارها و بارها برای توجیهش ناچار به گفتن دروغ شد. دروغ‌هایی که هر روز یکی پس از دیگری رو می شدند. و شاید همین روند بوده که او را حتی از چشم خودی‌های نظام هم انداخته، تا جایی که نماز جمعه با امامت او با حضور بسیار اندک نمازگزاران همراه بود. عبدالرضا داوری، مشاور دولت محمود احمدی نژاد، در این باره می نویسد در ابر شهر 9 میلیونی تهران فقط 142 نمازگزار تا پایان خطبه اول کاظم صدیقی حضور داشتند. برخی هم حضور این روحانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و متهم ردیف اول زمینخواری باغ ازگل برای اقامه نماز جمعه را دهن کجی به مردم خواندند. حمایت خامنه ای از نزدیکانش در فساد موضوع تازه نیست. از موضوع آزار جنسی کودکان توسط قاری قرآنش تا پرونده های فساد چند هزار میلیارد تومانی، او که 14 سال پیش و پس از رسانه ای شدن اختلاس 3000 میلیاردی این واکنش را داشت. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را. اما فضای این روزهای ایران با آن روزها بسیار تفاوت دارد. به نظر می رسد دیگر روحانیون به صرف مذهب مشترک در قبال این گونه مسائل سکوت نمی کنند. با اونی کار دارم که در رأس این مملکت به اینا چیزی نمیگه. نه که دوباره فرد شب بیاریش، نه که 4000 متر باقا برداشت خورد دوباره دعوتش کنی تو خونت بیاریش. من با او کار دارم. اینا که آدمی نیستن، من با اینا طرف شم. نه اون یکی و نه این یکی و نه امضا جعل و نه امضا کار دیگه، اصلا اینا آدم نیستن که با من طرف حرف بزنم. با اینا کار به اینا ندارم، کار به اون بزرگشون دارم، اون حکمرانی که اینا رو اگه نمیبینی خبر نداری، جمع کن برو. شما که میگی ما جنمشو داریم از لس آنجلس توگونی میکنیم میاریم اینجا، از خبر داری؟ اگه خبر داری حرف نمیزنی. اول مقصر شخص این آقاست. جمهوری اسلامی روزهای بحران در پی بحران را میگذراند. حکومتی که شهروندانش از چند سال پیش در مهمترین تریبونش یعنی نماز جمعه موضع خود با حکومت را مشخص کرده بودند. افشار سیگارچی، صدای آمریکا.